بعد از فارغ التحصیلی محمد رضا از مدرسه ابتدایی، رضا شاه تصمیم گرفت او را برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بفرستد. و سرانجام محمد رضا را هنگامی که هنوز 12 ساله نشده بود به سوئیس فرستاد. او که یک بار دیگر در 7 سالگی از محیط خانوادگی و محبت مادری به اجبار دور شده بود، این بار میبایست محرومیتی دیگر را تحمل نماید. برنامه اعزام محمد رضا به سوئیس برای تحصیل از سوی انگلیسی ها برای آشنا ساختن محمد رضا با فرهنگ غرب طراحی شد. آنها با قرار دادن جاسوسی به نام ارنست پرون در کنار شاه، فرهنگ غرب را از طریق داستان و شعر در ذهن او تزریق کردند. پرون بعدها همراه با ولیعهد به ایران آمد و تا زمان مرگ خود در سال 1340 نزدیکترین دوست محمد رضا بود. میتوان گفت او بیشترین تأثیر را در شکل گیری شخصیت شاه ایفا کرد. سریا اسفندیاری همسر دوم شاه در خاطراتش می نویسد: دشمن دیگری که زندگی را از همان روز اول ازدواج به من تلخ کرد مردی بود سوئیسی به نام ارنست پرون. ارنست پرون در سال 1961 فوت کرد و به این ترتیب تمام اسرارش را با خود به گور برد. در بیان اوضاع دربار سلطنتی ایران همین بس کرد تا من به عنوان ملکه کشور و زن شاه نتوانستم از کار این باغبان سابق سوئیسی و یار غار شاه سر در بیاورم. محمد رضا از همان دوران نوجوانی می‌کوشید که او را در سطح بالایی بپذیرند و هر جا حضور پیدا می کند مطرح باشد. به همین سبب باش دادن به اطرافیان و اشغال مختلف در تمام طول سلطنتش ادامه داشت. او از اینکه مورد انتقاد یا تحقیر قرار گیرد به شدت می هراسید، چون فاقد استقلال شخصیتی بود و ارزیابی صحیحی از خود نداشت. اظهار نظر اطرافیان به شدت در او تأثیر می کند. محمد رضا بعدن که قدرت و امکانات وسیع پیدا کرد، از ثروت این ملت برای تسکین حالت بیمارگونه خود خرج‌های فراوانی کرد. خودشیفتگی و عقده خود بزرگبینی که ناشی از خشونت و تحقیر رضاخان بود در جشن‌های 2500 ساله نبود پیدا کرد و بودجه‌های کلانی صرفان شد تا شاه را در منطقه و سطح جهان مطرح سازد. آمریکا نیز به این حالت شاه دامنی زد. شاه مبالغ زیادی به روزنامه‌ها و مجلات خارجی باج می‌داد تا در وصف او بنویسند و انتقادی از حکومت او به عمل نیاورند. جشنای 2500 ساله شاه دیگه رسیده بود به اون نهایت جنون عظمتی که مگالومانیایی که خارجی‌ها ازش صحبت می‌کردن و داشت. بعد از وقایع شهریور 1320، محمد رضا پهلوی به عنوان شاه جدید بر مسند سلطنت تکیه می‌زند و تا اواخر سال 1357 به مدت 37 سال حکومت ایران در دست وی بود. در طول این 37 سال نظام حکومتی ایران و تمام تحولات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور تحت تأثیر سیاست‌های وی بود که آن سیاست‌ها نیز زیر سایه سنگین شخصیت محمد رضا قرار داشت، شخصیتی که ویژگی‌های خاصی در آن نهادینه شده بود
ویژگی هایی که در طول زمان خود را بیشتر آشکار میکرد.